سلام دوستان، با دوره آموزش مدیریت پروژه و نرم افزار آفیس پروژه در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل اصول پایه‌ای زمانبندی پروژه خدمتتون عرض شد که نمادها رو توی شبکه AOA تعریف کرد. حالا توی این جلسه می‌خوایم در مورد فرژه ها صحبت بکنیم. خب فرژه یا اسلک یا فلوت که لغت انگلیسی اون هستش، به مدت زمانی گفته میشه که یک فعالیت رو میتونیم توی شبکه پروژه به تأخیر بندازیم بدون اینکه باعث تأخیر در کل پروژه یا دیگر فعالیت ها بشه. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه من اگر یک فعالیتی رو اگر فعالیتی باشه توی شبکه پروژه خودم که به این صورت هست به تأخیر بندازم، باعث نشه، اگر فرض کنیم این کل پروژه من باشه، باعث نشه که کل پروژه من به تأخیر بیفته و زمان اون انتقال پیدا کنه به جای دیگه، دیرتر انجام بشه. به این میگن فرجه کل یک فعالیت. خب توتال فلوت اون هستش. و اگر یک روز تأخیر تو اون فعالیت رخ بده، کل پروژه من به تأخیر میفته. اما دیگر فعالیت ها یعنی چی؟ یعنی من حالتی رو داشته باشم که مثلا دارم کارهایی رو موازی انجام میدم و این فعالیتمو به تأخیر بندازم و اینجا انجام بدم، مثلا اینجا شروع کنم، خب باعث نمیشه که کل پروژه من که پایانش اینجا هست به تأخیر بیفته. بخاطر همین میگیم که دیگر فعالیت ها، یعنی یک فعالیت میتونه چند نوع تأخیر داشته باشه. خب یه تأخیر که فرجه کله که روی کل پروژه تأثیر گذاره و سه نوع فرجه دیگه ای داریم که بر اساس فعالیت قبل و بعدی تعریف میشه. حالا هر کدوم از اینا رو با هم دونه دونه میبینیم. فرجه کل همونطور که تعریف کردیم روی کل پروژه تأثیر گذاره. خب یعنی اگر من این فعالیت هم که به اندازه DIJ دیوریشنش هست، earliest startش به هر دلیلی موقعی که باید شروع بشه شروع نشه و بین زمان earliest start و latest start شروع بشه، یعنی یه بازه زمانی بین ES و LS، خب اون وقت باعث نشه که کل پروژه من که وابسته است به دیگر فعالیت‌ها به تأخیر بیفته. فرض کنیم من یه فعالیتی دارم مثل آجر پرت کردن. خب من اگه آجر پرت کردنم به تأخیر بیفته، دیوارمو نمیتونم بالا ببرم. و اگه دیوارمو نتونم بالا ببرم، نمیتونم ساختمونمو بسازم. و اگه ساختمونمو نسازم، یعنی پروژه من به تأخیر افتاده. خب این یعنی اینکه کل پروژه من وابسته است به اون آجر بالا انداختن. و تأخیری در اون رخ بده، کلن ساختمون من دیر تمام میشه و تهیه میشه. بخاطر همین به این میگن فرجه کلی که میتونه یک فعالیت داشته باشه بدون اینکه روی زمان پایان پروژه کل پروژه تأثیر ایجاد بکنه، تغییر ایجاد بکنه. خب همونطور که متوجه شدیم اینجا فرمولش هم نوشته شده، ما فقط یک طریق نمیتونیم، یعنی فقط یک طریق وجود نداره که من این فرجه کل رو حساب کنم. یه روشش اینطوریه که من latest finishمو خب منهای earliest finishم بکنم، درسته؟ که total float رو به من میده. یه روش دیگه‌ش هم اینطوری هستش که من latest startمو منهای earliest startم بکنم و باز توتال فلوت من رو به میده، فرجه کل من رو به میده. و وقتی که فرجه کل رو به دست آوردم، مثلا 5 روز، این 5 روز یعنی این که من 5 روز میتونم این فعالیتمو دیرتر شروع کنم یا دیرتر به پایان برسونم بدون اینکه کلن پروژه من تأخیر بخوره. و در واقع مدت زمانی هستش که دیگر فعالیت ها نیاز دارن که پایان پیدا بکنن
و خب تو اون موضع زمانی که دارم کارهای موازی انجام میدم میتونم اینو تأخیر بندازم یا یکم دیرتر شروع کنم. وقتی که توتال فلوت یک فعالیت مساوی صفر بشه، یعنی اینکه هیچ گونه تأخیری مجاز نباشه واسه اون فعالیت، به اون میگم فعالیت بحرانی. خب که فعالیت های بحرانی تا انتهای پروژه، یعنی زمان، یعنی آخرین رویداد من هستش. خب فعالیت هایی که تو یک مسیر قرار دارن و توتال فلوت آنها، تی اف آنها مساوی صفر شده، به اون مسیر که این فعالیت ها قرار دارن میگن مسیر بحران، کریتیکال پاث، مسیر بحران. یعنی در واقع این فعالیت ها میتونن تأخیر داشته باشن، اما این فعالیت ها نمیتونن تأخیر داشته باشن. یعنی چی نمیتونن تأخیر داشته باشن؟ یعنی اگر تأخیر داشته باشن، این رویداد من که گفتم آقا تو روز تو فلان روز پروژه من تموم میشه و این رویداد رخ میده، اگر تأخیری تو این فعالیت ها ایجاد بشه، این حرف من دیگه صدق نمیکنه و پروژه من با تأخیر انجام میشه. و اگر مثلا یک روز تو این تأخیر بکنم، پروژه من هم یک روز به تأخیر میافته و رابطه مستقیم داره. اما دیگر فعالیت ها رو میتونم یه چنین کاری رو بسش بکنم. خب به این میگم مسیر بحرانی یا کریتیکال پث. مسیر بحرانی پیدا کردن در واقع پیدا کردن چی هستش؟ زمان پایان پروژه من هستش. چرا؟ به خاطر اینکه این فعالیت ها و این مسیر هستش که داره پایان پروژه من رو تعریف میکنه و میگه این فعالیت ها رو اگر توی ESشون یا تو اون زمانی که گفتی انجام بدی، پروژه تو هم تو این زمان پایان میپذیره. اوکی؟ خب فرجه های بعدی چیه؟ فرجه بعدی فری سلک یا فرجه آزاد هستش که تعریف کننده حد اکثر تأخیر، مقدار تأخیر یا حد اکثر تأخیری هستش که یک فعالیت میتونه داشته باشه بدون اینکه رو فعالیت های بعدی خودش تأثیری بگذاره. یعنی چی تأثیری بگذاره؟ یعنی اگر فعالیت بعدی من باشه، این بتونه در زودترین زمان شروع بشه. خب یعنی اینکه من فعالیت دی آی جی یا آی جی خودم رو، خب که اینجا هستش، تأخیری برابر با فری فلوت میتونم داشته باشم، مثلا 5 روز. اگر 5 روز روی این تأخیر داشته باشم، فعالیت های بعدی هیچ کدوم به تأخیر نمیخورن و میتونن روی ES شروع بشن. خب چرا؟ چون ممکنه یه فعالیت وابسته فعالیت دیگه باشه و فعالیت دیگه خب دیرتر تمام بشه و تو اون بازه‌ای که اون فعالیت داره انجام میشه، من میتونم اینو تغییر بدم. به این صورت مثلا این فعالیت انقدر طول میکشه، یه فعالیت دیگه هست حتی زودتر هم شروع شده ولی بیشتر طول میکشه و هر دوی اینها پیش نیاز یه فعالیت دیگه هستن. خب این فعالیت دیگه توی این زمان قرار شروع بشه. این ES رو داره کدوم یکی از این فعالیت‌ها تعریف می‌کنه؟ داره این فعالیت تعریف می‌کنه. پس توی این زمان، توی این بازه زمانی هست که من میتونم فری فلوت داشته باشم و این رو حتی دیرتر پایان بپذیره، یعنی توی این جا تغییر بکنه برفرض. و این مقدار فاصله هستش که فری فلوت من میشه و زمان پایان این پروژه من رو میتونه تعریف کنه. خب بخاطر اینکه فری فلوت رو تعیین بکنم، دو تا فرمول حالا اینجا نوشته شده ولی یه فرمول مفهومش رو یاد بگیرین، بقیه رو میتونین از طریق اون استفاده کنین. یادتون باشه توی کنکور و سوالات تستی یا حالا تشریحی، خب ممکنه مثلا فری فلوت رو داده باشن برابر 5، یک کدوم از اینا هم داده باشن، اون یکی رو بخوان و
خب اونجا هستش که این منطقی که گفتم کمکتون میکنه به یاد داشته باشین این زمان اینجا هست که داره فری فلوت رو تعریف میکنه و بر اساس اون میتونین اون زمانی که سوال شده رو به دست بیارین. خب تو اینجا فری فلوت آیه جی که من بخوام به دست بیارم یعنی چی؟ یعنی ایه جی به یه رنگ دیگه بنویسم، یعنی ایه جی این من های الیس فینیشین یکی. خب چرا یه جی من های ارلیست فینیشین یکی؟ چون این یه جی وابسته است به فعالیت های دیگه و ممکنه یه یه افی خب بیشتر از بقیه یه افا باشه و اونی که بیشتر هست داره یه آیا تعریف میکنه دیگه و اون بیشتره من های بقیه شون میده اف اف من. در واقع به طور مثال اگر یه تیه فعالیت اینجا باشه و این هم وابسته به این باشه و این انا از همه بزرگتر هستش، این داره ای اس رو تعریف میکنه و این بازه زمانی میشه ای اس، این بازه زمانی که برای این قضیه هستش میشه ای اس من های ای اف ای که میده این بازه رو. اوکی خب یه ذره شروع شد اینجا، بذاریم من یه دونه شکل تمیزتر واسهتون بکشم که بهتر جا بیفته. خب یه مثال مفهومی کوچیک بزنیم. بر فرض من یه فعالیت اینطوری دارم، یه فعالیت اینجوری دارم، یه فعالیت اینجوری دارم و همه اینا با پیش نیاز یه فعالیت دیگه هستش که اینجا هست. این اگه ای اس باشه این میشه ای یک، ای اف یک، ای اف دو و ای اف سه. خب حالا این مقدار زمان و این مقدار زمان میشه اف اف سه، اف اف دو و اف اف یک. اف اف یک میشه صفر. چرا؟ چون ای اس برابر با ای اف یک. اف اف دو میشه ای اس من های ای اف دو، یعنی این زمان این منهای این میده کل این بازه و به همین صورت واسه ای اف سه و اف اف سه. اف اف سه مساویه با ای اس منهای ای اف سه که دقیقا این بازه رو ببند و به این میگن اف اف فری فلوت. فرجه بعدی فرجه ایمنی هستش. خب فرجه ایمنی به چه معنی؟ دقیقا عکس اف اف رو داره به ما تعریف میکنه. میگه مقدار تأخیری که یه فعالیت میتونه داشته باشه بدون اینکه رو فعالیت قبلی خود تأثیر بذاره، یعنی فعالیت های قبلی بتونن تو زودترین زمان خودشون پایان بپذیرن. خب ببخشید توی دیرترین زمان خودشون پایان بپذیرن. چرا توی دیرترین زمان خودشون میگیم؟ یعنی من هر چقدر قبل این فعالیت، قبل این رویداد تأخیری داشته باشم، خب تأخیری داشته باشم تأثیری روی این فعالیت بعدی من نذاره و روی فعالیت‌های بعدی من. اوکی پس در واقع معنی و عکس اون یکی رو داره به من نشون میده، عکس مفهوم اف اف رو داره به من نشون میده و اگر من بخوام این رو به دست بیارم باید یه چنین منطقی رو داشته باشم که بر فرض من این فعالیتم هست، خب این میخواد توی ای اس خودش شروع بشه، فعالیت قبلی خودش، خب این اگر ال اف باشه، در واقع ال اف یک بازه زمانی داریم ما، این اگر ای اسش باشه همین فعالیت باشه ای افش باشه، خب
این مقدار زمانی که اینجا وجود داره تعریف کننده SF من هست. به چه دلیل؟ وقتی که من این رو بتونم توی ELF تموم بکنم و این توی ES شروع بشه، در واقع تأثیر روی این فعالیت نذاشته. پس من باید این حد فاصل رو پیدا بکنم. واسه اینکه حد فاصل رو پیدا کنم میتونم بگم که آقا این توی LJ اش تموم شده، رویداد LJ، خب منهای دی آی جیش منهای ال آیش، یعنی در واقع من این رو این رویدادش رو خب توی آخرین زمانش بتونم شروع بکنم، یعنی تموم بکنم، و دی آی جیش هم منهای آخرین رویداد این رویداد توی لیتستش رخ داده باشه، یه گپی رو به من داده باشه. این گپ مقداری هستش که من میتونم بگم سیفتی من، چون این توی دیرترین زمان خودش بتونه شروع بشه، یعنی در واقع دیرترین زمانش رو یه طوری دارم مچ میکنم که ال آی من با ای آی من برابر باشه، بقیه توی ال افشون تموم شده باشن و این ال آی تعریف در واقع برمیاد روی اینا دیگه. و این ال اف آی یه جوری میتونیم بگیم که ال آی من های ال اف مثلا قبلی کای از این طریق میتونیم بگیم. فرژه مستقل خیلی وقتا صفر به دست میاد، اما خب اگر یه فعالیتی فرژه مستقل داشته باشه ما خیلی با قابلیت اطمینان بالایی میتونیم این فعالیت رو تأخیر بندازیم. معنیش چیه؟ وقتی میگیم یه فعالیت میتونه مقدار تأخیر یا حتی اکثر تأخیری که یه فعالیت میتونه داشته باشه بدون اینکه رو فعالیت‌های بعدی و رو فعالیت‌های قبلی خودش تأثیر بذاره، یعنی فعالیت‌های بعدی روی ال خودشون تموم بشن و فعالیت‌های بعدی هم روی ای خودشون بتونن شروع بشن، من چقدر میتونم این فعالیتمو به تأخیر بندازم؟ خیلی وقتا ممکنه منفی به دست بیاد از روی این رابطه، به خاطر همین ما ماکسیمم بین صفر و این رابطه رو در نظر میگیریم که اگر صفر شد که همون صفر میشه، اگر مثبت شد این میشه آی اف من، و اگر منفی شد همون صفر رو میذاریم به عنوانش، چون رابطه ریاضیش ممکنه منفی به دست بیاد. و خب رابطه ریاضیش داره چی رو میگه؟ میگه ال آی من های دی آی جی من های من های ای آی جی، برعکس شده ایران گفتم ببخشید، یه جی یعنی جی توی زودترین زمان خودش شروع بشه، منهای دیوریشنی که این حد فاصله هست این از بین ببر، منهای ال آی یعنی این توی دیرترین زمان خودش بتونه استارت بخوره و شروع بشه. این گپی که به دست میاد میشه آی اف. خب به اینا میان فرژه ها و مدت زمانایی که میتونیم تأخیر داشته باشیم. یه نکته وجود داره، هر چقدر میزان فرژه کل برای یک فعالیت کمتر باشه یعنی اینکه اون فعالیت بحرانی تره. یعنی اگه من تی اف 5 داشته باشم تی اف 4، این تی اف یعنی این واسه آی جی باشه، این واسه کاسی باشه، فعالیت کاسی من بحرانی تره، یعنی باید به این توجه بیشتری کنم، اینو زیاد نمیتونم تأخیر بندازم، خب توجه بیشتری لازم داره. که این اولویت بندی خیلی به درد ما میخوره وقتی که زمان خیلی اهمیت داره، یعنی که معیارهای دیگه واسه اولویت بندی نداریم و این اولویت بندی خیلی کمک کننده میتونه باشه. یه نکته دیگه که باید توجه کنیم، رابطه که بین فرجه‌ها وجود داره، تی اف همیشه از تمامی فرجه ها بزرگتره
و بیشترین مقدار فروژه‌ای که میتونم داشته باشم واسه یک فعالیت TF یا فروژه کل هستش، و چون نشون میده هیچ فعالیتی واسهش مهم نیست، فقط این پایان پروژه هست که واسهش مهمه و هر چقدر بتونم تأخیر بروش اعمال کنم مشکلی نداره، فقط پروژه من به هم نخوره. بعد FF فری فلوت که میگه همیشه فری فلوت از ایندیپندنت فلوت بزرگتره. یعنی چی؟ فروژه مستقل همونطور که یادتون باشه هم فعالیت‌های بعدی رو در نظر میگرفت هم فعالیت‌های قبلی خودش رو. بنابراین وقتی که دوتا رو داری در نظر میگیره همیشه کوچیک‌تر میشه دیگه، و خیلی وقتا تو ما منفی به دست می‌بردیم که میگفتیم صفر بعد در نظر بگیر، اما فری فلوت داره فقط بعدی‌ها رو در نظر میگیره. و همینطور واسه سیفتی، واسه فرجه ایمنی، فرجه ایمنی فقط داره قبلی خودش رو در نظر میگیره دیگه، اما این داره هر دوتا رو در نظر میگیره. پس سیفتی هم از فرجه مستقل همیشه بزرگتره. اما چون FF و SF یک کدوم داره بعدی رو در نظر میگیره و اون یکی داره قبلی رو در نظر میگیره، نمیتونیم بگیم این دوتا با هم رابطه ای داشته باشن. خاطر همین خیلی وقت توی تست ها از این نکته استفاده میکنن و سعی میکنن گول بزنن افرادو. این رو یادتون باشه FF و SF با هم نمیتونن رابطه ای داشته باشن، اما این رابطه ها، این دوتا با برجه هست. خب اگه بخوایم یه مثالی رو حل کنیم و فرجای اون رو به دست بیاریم، ابتدا باید زمان پایان پروژه یعنی مسیرهای محاسبات پیش رو و پس رو رو انجام بدیم، که اینجا واسه یادآوری بد نیست این کار رو انجام بدیم، و بعد فرجه ها رو به دست بیاریم، که این کار رو من سریع براتون انجام میدم. اگر اینو صفر بذارم واسه شروعش، اینم صفر میشه، اینم صفر میشه، اینم صفر میشه. صفر به اضافه دو میگه دو، و دو میاد بالای این چون هیچ وابسته دیگه ای وجود نداره. این هم صفر به اضافه دو میده دو، این دو هم میاد بالا، صفر به اضافه سه میده سه، و این سه هم میاد بالا. دوباره ادامه میدیم، این هم ارلیستش میشه دو، دو به اضافه چهار میده شیش، و این شیش میاد بالا، و اینجا دو میاد پایین برای هر دوتا قرار داده میشه، و دو به اضافه سه میده پنج. این عددش نخورده، من در نظر میگیرم بر فرض چیز بوده، دامی بوده. دو به اضافه صفر میشه دو. خب من نمیتونم بگم الان این رویداد تو چه زمانی، تو زمان دو شروع میشه یا نه، به خاطر اینکه هنوز به این وابسته است. پس اینم باید حساب کنم، میشه سه، سه به اضافه هفت ده، و اینجا ده رو قرار میدم و ده میاد پایین. خب بعد میشه اینم پنج بالاش، سعی میکنیم به صورت موازی اینا رو پیش ببریم. اینم شیش، شیش به اضافه دو میده هشت، نمیتونم هنوز این یکی رو قرار بدم چون این هم باید حساب کنم پیش نیازشه. پنج به اضافه چهار نو، و حالا نو رو میتونم این بالا قرار بدم. ده به اضافه پنج میده پونزه، نمیتونم هنوز این رو تعریف کنم، نه میاد پایین. نه به اضافه سه میده دوازده، و حالا میتونم بگم پروژه من تو زمان پونزه ها پایان میپذیره. خب حالا واسه مسیر پس رو که صحبت کرده بودیم، من این رو قرار میدم پایینش، خب این پایین میشه پونزه، اینم میشه پونزه، پونزه منهای سه میده دوازده، پونزه منهای پنج میده ده. خب بعد اینم میشه دوازده زیرش، این زیر اینم میشه دوازده، اینم میشه دوازده، اینم میتونم بدم ده، این زیرش هم میشه ده، این زیرش هم میشه ده. دوازده منهای دو میده ده، دوازده منهای چهار میده هشت، و این زیرش میشه ده، اینم میشه هشت، اینم میاد اینجا هشت، اینم میشه ده. اینو که شدن ده، ده منهای صفر خود ده، هنوز نمیتونم یکی رو تعریف کنم چون باید این هم به دست بیارم. هشت منهای سه میده پنج، کدومو قرار میدم؟ خب اینم اینجا لیتست میشه کوچیکتر، پنج رو قرار میدم، پنج رو اینجا میذارم، پنج منهای دو هم میشه سه. یادمون باشه باید لیتست صفر یک کدوم از اینا به دست بیادش. خب این مسیر رو دوباره ادامه میدم، ده اینجا به دست اومد، ده منهای چهار میشه شیش،
6 اینجا میذارم، 6 اینجا، 6 منهای 2، 4. این 10 بودش، اینو رفته بودم، 10 منهای 7، 3، 3، 3 و 0. پس این 0 مورد 2 شد که به دست اومد، اینم میشه دیگه 0. حالا میام فرژه ها رو به دست میارم بر اساس فرمولایی که داشتم و منطقی که تعریف کردم. واسه توتال فلوت گفتیم این دوتا رو منهای هم میکنیم، یعنی 6 منهای الان واسه فعالیت 1-2 که این فعالیت باشه، یا 4 منهای 0 باید بکنم یا 6 منهای 2 بکنم که در صورت میشه 4. خب واسه فعالیت 1 و 3 میام اینجا، بعد اینو منهای این بکنم یا اینو منهای این، فرق نداره، جفتش 3 رو به من میده. و واسه فعالیت 1 و 4 بعد این دوتا رو از هم کم کنم که 0 به من میده. پس این یک فعالیت بحرانیه. و بغلش یک تیک میزنم و همینطور ادامه میدم. واسه فعالیت 2 و 5 میشه 10 منهای 6 که میده 4. و فعالیت 3 و 6 که میده 8 منهای 5، 3. و فعالیت 3 و 7 که این فعالیت باشه 10 منهای 2، 8. و فعالیت 4 و 7 که 10 منهای 2، 3 منهای 3 که میده 0، که اینا یه فعالیت بحرانی. و بعد 5 و 8 که 12 منهای 8 و 10 منهای 6 میشه 4. و 6 و 8 که 12 منهای 9 میشه 3. 6 و 8 7 و 9 که 15 منهای 15 میشه 0، این هم یه بحرانیه. و 8 و 9 که 15 منهای 12 میشه 3. پس مسیر بحرانی من این مسیر از 1 به 4 و از 4 به 7 و از 7 به 9. این مسیر بحرانی با اینکه 3 تا فعالیت بیشتر نیستن اما طولانی ترین مسیر هستش. و بالتب وقتی که تی اف 0 شدش، بقیه رو میتونم با اطمینان بذارم 0، چون بزرگترینش برابر با 0 به دست اومده، نیازی نداره فرجای بعدیش به دست بیاره. اما واسه بعدی، واسه 1 و 2 من الان فری فلوت رو میخوام به دست بیارم. فری فلوت میشه چی؟ فعالیت های بعدی من بتونن توی زودترین زمان خودشون محاسب باشن که گفتیم این دوتا رو منهای هم میکنیم، درسته؟ که اینجا برابر با صفر قرار میده، این دوتا رو منهای هم میکنیم، واسه فعالیت یکی و سه هم صفر میشه و واسه فعالیت یک و چهار هم صفر که میدونستیم صفر. واسه 2 و 5 هم به دست بیاریم، 2 و 5 6 منهای 6 0 و 9 منهای 8 واسه 5 و 8 میده 1، نها کنیم این میشه 1. خب واسه 5 و 8 این 1 به دست، حالا به ترتیب اگه بخواییم بریم 3 و 6 میشه 0 و بعدی 3 و 7 میده 2 منهای 10 منهای 2 میده 8 و 5 و 8 که 1 در آوردیم، 6 و 8، 6 و 8 میشه 9 منهای 9 0 و 8 و 9 15 منهای 12 میده 0. وقتی که این FF 0 شد میدونیم آیا FMون هم 0 به دست میاد. پس بسه اینه که FFشون 0ه، آیا F و 0 قرار میاد. حالا سیفتی فلوت 1 و 2. خب واسه سیفتی فلوت اگه یادتون باشه ما گفتیم چیکار میکنیم، بزنیم روی یکی که مشخص داره، این رو منهای این میکنیم و منهای این، درسته؟ گفتیم این تو زودترین زمان خودش میخواد شروع بشه، منهای دیوریشن این هم تو زودترین تو دیرترین زمانش میخواد پایان بپذیرد. خب پس میشه 6 منهای 4 میده 6 منهای 4 منهای 6 که میشه چند؟ میشه 2 منهای 6 میشه منفی 4، که گفتیم اگر منفی بود ماکسیمومه
بین صفر و رابطه همونو به دست میاریم که منفی 4 که میده صفر. خب پس این میشه صفر. واسه یک و سه به همین صورت اینو منهای این میکنم، منهای این میکنم که بازم منفی میده و میدم صفر. دو و پنج چطور؟ دو و پنج که صفر به دست آورده بودیم، یک و دو اشتباه عددش رو جاش گذاشتیم، یک و دو میشه دو، منهای دو میشه صفر، منهای صفر که میده صفر، پس درست نمیشه. سه و شیش، سه و شیش میشه پنج منهای سه، منهای پنج که میده منفی بازم صفر میشه. سه و هفت میشه ده منهای دو میشه هشت، هشت منهای صفر صفره که میشه بازم صفر. 4 و 7 صفر بود. 5 و 8، 5 و 8 من دارم اشتباهی چیز رو به دست میبردم، آی اف رو به دست میبردم، ببخشید حواسم نبودش. این رابطه رو واسه آی اف نوشته بودیم که به دست آورده بودیم و تا الان اینا که بارو به دست آوردیم صفر شده بود. 5 و 8 چطور؟ 5 و 8 میشه 9، منهای 2 میکنه هفت، هفته منهای ده که صفر، آی اف خیلی وقتا صفر به دست میاد. هشت نو میشه پونزه منهای سه میکنم دوازده، دوازده منهای دوازده هم صفر میده. آی اف همه جا صفر به دست میاد. این رابطه قبلی که نوشتم واسه آی اف. واسه سیفتی گفتیم چی؟ گفتیم اگر بخوایم فعالیتمون توی دیرترین زمانش رخ بده، به شرط این که بتونیم، فعالیت قبلی نمیخواد به تاخیر بخوره، این فعالیتمون ESمون رو بتونیم حالا به موقع شروع بکنیم، همین زمان دو قبل که میشه دو منهای لیتستش که رابطه یادم رفت، برمیگردیم رابطه رو میبینیم. خب LJ منهای DIJ منهای LO اینجا LJ که لیتست این باشه، منهای دوریشنش منهای این یکی. من نوشته بودم این رابطه ها رو باید حفظ باشیم حتما تا خیلی وقت داره. مفهوم خیلی جا کمکمون میکنه، اما رابطه مثلا بعد اگر حفظ نباشیم ممکنه با مشکلات مفهومی هم رخ بده و نتونیم حل کنیم، پس رابطه ها رو حتما حفظ باشیم. خب LJ منهای D منهای LI. واسه رابطه دو پنج میشه ده منهای چار شیش، شیش منهای شیش صفر، دو پنج میده صفر. واسه یک و دو چطور؟ میشه شیش منهای دو میشه چهار، چهار منهای چهار میده صفر. واسه یک و سه چطور؟ میده پنج، پنج منهای دو میشه سه، سه منهای سه بازم میشه صفر. واسه یک و چهار چطور؟ میشه سه، درست همین سه، منهای سه میشه صفر، منهای صفر هم که بازم میده نوشتم. و سه و شیش چطور؟ سه و شیش میدونه هشت، هشت منهای سه پنج، پنج منهای پنج صفر بازم. پنج و هشت چطور؟ پنج و هشت میکنم دوازده، دوازده منهای دو ده، ده منهای دو بازم 6 و 8 چطور؟ میشه که 12 منهای 4 میکنه 8، 8 منهای 8 0. و آخری 8 و 9 میکنه 15، 15 منهای 3 12، 12 منهای 12 بازم 0. خب از این طریق میتونیم فرجه ها رو به دست بریم و مسیر بحرانی رو هم مشخص کنیم. خب تو این جلسه با فرجه ها آشنا شدیم، با مسیر بحرانی هم آشنا شدیم که کریتیکال پث چی هستش. تو جلسه بعدی ما این محاسبات پیش رو و پس رو رو توی AON بحث میکنیم. خب پس اول AON رو تعریف میکنیم که چجور محاسبات رو توش میتونیم انجام بدیم. خیلی شبیه AOA هست، فقط یه مقدار ساختارش فرق کرده که با هم میبینیم. و بعد مثال های بزرگتری رو از AOA و AON حل میکنیم که بتونه جا بیفته بساتون. پس تو جلسه بعد بیشتر مثال داریم و یک تعریف کوچیک.
ممنونم از توجهی که کردیم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.